بسم الله الرحمن الرحیم به خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام و درود خدمت تمام شما علاقمندان به ورزش به خصوص رشته محبوب و پرطرفدار فوتسال ان شاء الله هر کجایی که هستین خوب و سرحال حال باشین بیننده برنامه سفر به جام جهانی هستید امشب ما تنها نیست به هیچ عنوان تنها نیستم دو همکار بسیار خوب امشب در آغاز برنامه سفر به جام با ما هست و قرار است در رابطه با رقابت های جام جهانی فوتسال و همچنان فوتسال افغانستان گفتگویی را داشته باشیم سید حد سروش و همچنان روح الله باوری امشب خوشبختانه با ما هست بالکل اول شروع کوم ما و سروش سبت به خرغلاس وای پل سلامونه هوادوالو ته وران کوم هېله د چي جوړو وروغو په خیر ووسې د افغانستان له هر خولي ولایت څخه چې نړیوال جام ته د مزل خبرونه ګوري په خیر رغلې د خبرونه ته هېله د چي خو ووسې په دغه خبرونه کې به موږ هم په فټسال باندې خبرياتری وله رو هم د فټسال د ملي لوبډلې په تړاو چې نړیوال جام کې په ګروب کې واقع شوې دا د غوي د سیالانو په تړاو به هم خپل ګران همکار سره خبرياتری وله رو معلوماتي بستې به تاسو موږ چمتو کړی هایلایت فل په ټوله کې په زړه پورې خبرونه دا تاسو هم را بلم چې ترپای شي بو پورې زمونږ ملتیاو کوي لکه څنګه چې وړاندې اشمی سیبو ویلي سیدحت سروش زمونږ ګران همکار په خبرونه کې لږ سره میلمد او له دوی سره به د فټسال د ملی لوبډلې په تړاو خبرې اترې ولرو سروش ستانه مشیب خیر راغلی سلام مخاطبوري عزیز و هاشمی صاحب نازنین و سلام ماته همو وطنان عزیز مو ان شاء الله ک روز روزګار شون پورز خو وی ولاب خان بشه و نشسته باشن برنامه سفر و جام جوانی رو ببینن همچنان در انتظار جام جوانی فوتسال باشن که یکی از معتبرترین و بزرگترین رویدادهای ورزش جهان است که همه سالا خیلی از مردم دنیا منتظر تماشای مسابقات است و این سال بر مردم ما بسیار جدی قابل انتظار است چون مردم ما خیلی سخت سالهای زیاد مردم انتظار مردم انتظار یک چیز بودن دمی تقریبا ده شب سفر به جام جانی نشر میشد شاید حدسا گمان مردمی باشه که سروش کجا بود سروش هم بود همراه ما پشت صحنه در قسمت برنامه سفر به با ما همکار بود سفر به جامعه و امشب خوشبختانه حضوری داره میشه اگر از این شروع کنیم سروش عزیز که فوتسال چگونه در افغانستان شروع شد مسیر رشد فوتسال چگونه آغاز شد و چه جرقه باید شد که حالا خوشبختانه فوتسال در جام هم هست آشمیز فوتسال که خیلی زیاد دوره طولانی داشت ولی افغانستان خوشبختانه سال 2007 رسما بله. برگزاری شده که اولا مشاهد برگزاری مسابقات بودیم حضور تیم های ملی ما در رده های سنی مختلف بودیم رقابت های مختلف را ما پیش بردیم که خب یکم زمان بر بود تا به او جرقه اساسی که اشاره داشته برسد که سال 2017 رسما همین جرقه را شاهدش بودیم بدون ولی در کل ما از سال 2007 که در, که در افغانستان فوتسال ایجاد شد از او سال شاهد نه تنها تولید و کشف ادات ها بودیم بلکه شاهد سرمایه گذاره ها هنگفت هم بودیم در فوتسال افغانستان که میدان ف... جمنازیم های مختلف را شاهدش بودیم که در افغانستان ایجاد شد که عملا ما در کابل نزدیک به 300 شاید بیشتر جامنازیوم داشته باشیم در سراسر سر افغانستان که آمار که اگر مشتبانه نزدیک به یک هزار است که در سراسر سر افغانستان فعال است عملا مردمی که در خیلی از نقاط افغانستان امروز ما شاید هستیم همون جرقه های سال 2007 بوده که زده شده و امروز ما عملا در مرحله هستیم که انتظارش سال ها کشیدیم و حق ما بود درست است امکانات ما نسبت به هر کشور فرق میکنه حتی تمامی بستسه کشور که در جام جهانی امسال حضور داره نسبت به ما هم توانمندیشان هم عملکردشان هم سرمایه گذاری کشورشان همه این موارد فرق میکنه ولی در کل ما ام ام امکانات کمی که داشته ایم اما ظرفیت های اساسی که بوده در فوتسال امونا سبب شده که ما امروز نتیجه رو ببینیم که در به تایید صحبت از یک طرف امکانات بسیار کم ناچیز از یک طرف وقت بسیار کم یعنی من. در طول ده سال رفتن به جامعه جانی او هم در ورزش که در 2006 کشور جان فعالیت داره به کار ساده هست؟ به یه به ما ببینین مثلا در همین راست هم میتونیم کرکت ها مثال مثل فوتبال ببینین کرکت هم از تقریبا چیز سنش بزرگتر از فوتسال هست چیزی مهم. در حدود پنج سال یا شش سال فرق میکنه ولی در کل باید بگیم که رشد بسیار سریع داشته نسبت به خیلی از کشورها ببینید انگلستان بنیانگذار کرکت هست اما می کرکت افغانستان رو شکست میده در کجا در جام جهانی فوتسال هم همین گونه است فوتسال ظرفیت و استعداد مردم افغانستان بسیار فوق العاده بوده که ما بیشتر خود آگاهی بیشتر داری که میگه در اقتصاد میگه شما از امکانات کم استفاده زیاد باید میکنید ولی ما در فوتسال همین امکانات استفاده کردیم این روز البته اصلا کرکت افغانستان با فوتسال قابل مقایسه نیست امکاناتی که در اختیارش است سفرهایی که داشتن سیدات ها ولی در فوتسال ما باید بپذیریم که با امی امکانات کمی که داشتیم رسیدن به جام جهانی برای ما شگفت نگیدیم و دستاورد بسیار خارقلاده است ما ببینیم در برابر کشورهای بزرگ در جام جهانی میم نتیجه میگیریم عراق سرمربی اسپانیایی داره که کار بسیار بزرگی را انجام داده کشورهای دیگر مثل قرقیزستان قرقیزستان امروز فراموش نکنیم که بزرگترین اکادمی فوتبال جهان یعنی بارسا رو در کشور خود داره بله. که خوب خوب کشورهای جهان امروز در چهارسوی افغانستان کس نداره در کنارش ما کشورهای دیگر رو در نظر بگیریم ولی در جام ها ما میریم برابرشون نتیجه میگیریم خب ژاپن ایران ایرانی که در چندین سال خود به عنوان بر قدرت فوتسال نشان داده <applause> نه در, در فوتبال در فوتسال در فوتبال هم نشان داده این ارجنتین در سال 2014 می ایران بسیار به سختی میبرن اونم در دقیقه فکر کنم 90 یا 92 بود که لیونل مسی با سختی گل زد به کشور ایران ولی ما با توجه به ظرفیت و استعداد که داریم با قوت یک شعر سابق داشتیم که خیلی مردم اشاره میکرد به او مردگر ندانی غیرت افغانی هم و با میدان آمدی میدانیم ما با زور و بازو واقعا در این رقابت ها پیش آمدیم ببینید امکانات ما در حد و اندازه جام های آسیا نیرسید چه رسد به جام جهانی ما در های آسیا در کفا حتی برابر این هم ببینید کشور تاجکستان میزبانی داره در فوتبال، فوتسال، سرمایه گذاری بسیار هنگفته کرده رشته های ورزشی دیگر در کنارش مسابقاتی که در قرقیزستان برگزار میشه ترکمنستان که مهد تمدن است بسیار پیشرفته است در کنارش کشورهای دیگر ما مثل اوزبکستان اوزبکستان که امسال میزبانی جام جهانی داره ولی در کل باید بگیم که اموزور بازوی جوانان ما غیرت و همت بوده که امسال ما رشد کردیم اومدیم امید داریم که امکانات برای تیم ملی ما بیشتر فراهم شود ان ما فعلا که در کانتیننتال کپ که اومدیم دی دور دوم ما حضور ماست که در کانتیننتال کپ حضور پیدا کردیم امسال خوشبختانه در رقابتان ها مطلوب را گرفتیم برابر کشورهای بازی کردیم که به قبل سرمربی ما چسبیده به جام جهانی بودن امه. مثل گواتمالا که در جام جهانی بود نیوزلند نیوزلند ولی در کل باید بگیم که خب اصلا قابل مقایسه با هیچ کشور نیستیم ولی تاکید میکنم که با امکانات صف حد اقلی اومد به جهانی و افتخار بسیار بزرگی است بسیار زیاد تشکر سرور صاحب که که بسیار سوال هاشی می پاسخ های ما می تو کوتاه یک چیز ما می سروش شما مقایسه بکنین به اصطلاح انگلیسی که برش کمپر میگم پیشتر مثال بسیار خوب گفتن در باره کرکت کرکت بازای ما یا کرکترهای ما کرکت را در کشور همسایه یاد گرفتن آمدن پس رفتن اونها را شکست دادن به یک نحو فوتسال ما هم ارتباط بیشتر با یک کشور همسایه داره هم مربی ما از اون کشور است و به یک نحو تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم را داره بالای فوتسال افغانستان چی وقت ما سر پای خود میتونیم استاد شویم به نظر خودت تو بتانیم که ایران را شکست بدیم حتی بتانیم در جام جهانی نتیجه خوب بگیریم تا ای که امیدها به ای بیدار شوه که ما بتونیم جام جهانی را بر اولین بار ببریم خب یک،, یک امکان وجود داره که فعلا خیلی از کشورها از افغانستان حراس جدی دارن در و این گپ بود که آقای مرتضی هم گفت بله دلیلش است که ما در یک از برنامه‌های قبلی هم اشاره کردیم و است که ما سه ترکیب در رقابت ها همیشه میدان فرستادیم نه ترکیب اول ما را که شناسایی کردن نه دوم نه سوم را. چرا که در لحظات سخت ما یک از های شدیدی که در دور قبلی در دور اول حضور سر مربی فعلی ما داشتم این بود که ما در حساس ترین لحظه ای که باید پاور پلی میکردیم نکردیم و نیاز تیم بود در او لحظه حتی گپ محسن رضایی که سرمربی فعلی زیر 19 سال ما رو نشونید ولی در کل باید بگیم که از نگاه مقایسوی خب فعلا ما در برابر ایران استادگی خوبی کردیم درست از ما در جام ملت‌های آسیا نتیجه نگرفتیم با اختلاف یک گل باختیم سه دو سه یک البته سه یک با اختلاف دو گل ولی ما در بازی‌های دوستانه برابرشون نتیجه, نتیجه گرفتیم مثل تیم ملی هندوستان است ایران اگر از قالب فوتسال خود بخواد بازیکن بسازه تیم ملی بسازه میتونه که حداقل چند ده تیم بسازه هم. ما تیم ملی ما با تایید ادامه صحبت های سروش تیم ملی فوتسال ما ایران را دو, دو باید بازی دوستان هم متوقف ساخته که نتیجه بسیار خوبه. است در خود ایران برگذاشت بله بله می خواستم بکنم بله. بله. ما بازی های دوستانه داشتیم برابر ایران در خود خانهشان که ما نتایج خوب گرفتیم ولی بله از نگاه مقایسه‌ای اگر بگیم ما فعلا در حد و اندازه واقعا در حد و اندازه جام جهانی نیستیم اما استعداد خارق ای که جوانان ما نشان تا تاکتیک سرمربی در دور دوم خود موفقانه را پیاده کرده این امیدواری را زنده کرده و ما که ما در جام جهانی حرفای زیاد بر گفتن داریم ببینید مثلا اوزبکستان که میزبان جام جهانی است در پرتغال برابر آنگولا هم بازی کرد آنگولا شکست خورد حریف ماست اوکراین به سختی از یورو آمده بالا به جام جهانی فلی ولی ارجنتین یک قدرت جدی است که ما تو در برنامه گل ما یک عملکرد مسیر بازی های افغانستان رو صحبت کردیم که افغانستان در صورتی که بخواد از مسیر خود بالا بیاد تا مرحله فاینال چگونه با کیپ اوبرو خواهد شد و ما در یک از برنامه‌های خود مسیر بندی کردم اما در کل باید بگیم که از نگاه مقایسه واقعاً واقعا جدی ما با هیچ کشور قابل مقایسه نیست. نه از نگاه امکانات، نه از نگاه توانمندی‌ها ها بیبینین. ریکاردینیو یک از بازیکن است که در جریان سفر به جام جهانی شما معرفی کردین. ریکاردینیو یک از ما او را در جام جهانی 2021 معدن تکنیک اعلام کرده بودم. یعنی واقعا معدن تکنیک است. شما ریکاردینیو از نگاه سنی ببینین اصلا قابل قیاس با هیچ کس نیست. فالکاو یک از اسطوره های بی‌بدیل غیر قابل جاگزین هست در جام جهانی فوتسال. خب در برابر هر کشور شما در هر مرحله که قرار بگیرین اونا سالها زحمت کشن آمدن فقط فوکسشون سر جام جهانی بوده ولی ما جاملت های آسیا داریم ترس ازی داریم مبادا که در لیگ برتر فوتسال افغانستان اگر بازی کنیم، ما به مستوم خب از نگاه فیزیک ما بسیار مشکل داریم باید آمادگی سطحی را نگیریم آمادگی بسیار جدی بگیریم از نگاه امکانات ذهنی سرمربی خودش درست است به عنوان یک مدرس برجسته فیفا و اف سی کار میکنه اما باز هم از نگاه روانشناختی بسیار یک تیم قوی ضرورت داریم در کادر فنی که تیم ما از نگاه روانی آماده کنه چون تیم ها وقتی ببینیم مثلا در رده باشگاهی یک حساب بکنیم تیم ها میان آمادگی خودکی که میگیرن اگر بازی را میبازن دوباره کسی رو دارن که اینا رو از نگاه ذهنی دوباره آماده کن. بازیکن حرفه ای یعنی شما وقتی یک بازی رو میبینید راشد خان شما بازی رو بازین در بازی دوم او نقاط ضعف رو نمیبینین او چهره گرفته رو نمی بینید. چرا دلیل چیست که یک بازیکن حرفهای از یک مربی حرفه ای برگرفته میشه و امید دارم که مجید مرتضایی دې په موارد 100% حتما کاره خپله شم ساده یې په عنوان یو مربی کې چې هغه درجام جهانی است تنها کار ټیم ملي موزه یو سوال نه دی خپله شم باندې یو مربی کې چې درجام جهانی اومده ډېر زير تاثیر دی سروش به خنا وړم تاسو خبرې مې قطعه کړلې فکر نه کوي د افغان بلده. فوتسالاران او افغان لوبراډو حضور یا لوبول په افغانستان په غوړه لیکساله کې ګټاور وای د پښتنه ما هم مرتضای نه وکړه هم مل مملک نه وکړه ویل چې خداوت نه وی, 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 خدا وی لوبیدل ستاسو ا ان د استاد فکر په دې اړه څه فکر نه کوي په یو نه هو باندې هم ځوان لوګاړو سره به تجربه شریک کړي وې هم په دلت تمرینات ډېر تر سره کړي وو او په اوړي باندې وال جام په طرف تللی وو م م واقعا دراسونه جام جهانی فوتسال مخاليف حضور شان بوم اگر مې اومه در به جام جهانی ببینین ما در افغانستان فوتسال ما در حد اندازې کانتیننتال کاپ نشودانوس کې ما بازیکنونه ما مراهات شول چون خیلی از تیم هایی که در جام لیگ قهرمانان فوتسال افغانستان بازی میکردن فقط عنوان قهرمانی کسب نتیجه و رسیدن به جام کفا بود این کار تیم ملی رو سخت میکنه ببینید ما در ترکیب تیم ملی فعلی فوتسال افغانستان ستاره سنیا رو با تجربه ای که سن بالای داشته باشه شاید اکس چارتا داشته باشیم اکثرا جوان است مثلا مهدی نوروزی بازیکن موسن ماست البته زیاد بیشتر سال بود فکر کردم که زندگی نامیشو ولی از بود. نگاه سنی در بین تمام بازیکنان اون تر است کریمی بله ولی است بله ولی در کل مهران غلامی جوان است امه. هنوز بشناده از اسپانیا داشت بازیکن است که در های بزرگ جهان باید بازی کنه پس از این خاطر شریک کردن است و ما کار سرمربی رو بسیار قبول میکنم در دل دلیلی که سخت بود رسک کردن در همچون حالتی که یک بازیکن مثلا لیگش پگیزه برگزار شد سخت بود که در آستانه جام جهانی می بود بازیکن تیم ملی را می آوردن در این بازی اجازه می دلیلش این است که ریسک سرمربی بسیار سخت است چون مسئولیت بسیار بزرگی است اون در آستانه جام جهانی و رسیدن به رقابت صحبت ها ادامه میدیم با سروش عزیز و باری با عزیز فعلا میان برنامه کوتاهی آماده است دوباره برمیگردیم با سفر و جام جهانی یازال بیا ستړی مشی هوادوالو په خیر راغلی فټ نړیوال جام ته د مزل خبرونه تحصیل لري نه تلویزیون څخه ګوري برنامه سفر به جامو جانی هم تا امداه دا ورو درنار مو سیده حد سروش همکار مو هسته و موږ خوایم چې درابطه و نشر او پخښه په ځای جامو جاري هم څوبه داشته و شو چې څوقدر تاثیر لري مو تاریخي فټسال دي دیم یو وختونه حتی جمرازی هم نبود در فدراسیون فوتبال در شهر کابل و اقصی نقاط افغانستان بسیار به سختی با امکانات بسیار کم فوتسال تعداد گذاری میشه آغاز میشه فعلا خوشبختانه امکانات نسبت به دوره اول خوبتر شده حالا نشر و پخش رقابت های جام جهانی از طریق پرده تلویزیون چی تاثیر روی فوتسال بازی نو نهال نو جهان در افغانستان میتونه بگذاره ما در افغانستان فعلا در وضعیت متاسفانه قرار داریم که سخت است ما خوشحال باشیم تنها خوشحالی فعلی مردم ما دیدن ورزش بزرگی است که آریانا خوشبختانه پخش کرده بیدنش. و یک رقابت جدی را مسیرش روی دست گرفته که خیلی برای خیلی از رسانه ها در وضعیت فعلی سخت بوده بیدنش. پخش جام جهانی هر رشته ورزشی باشه فرق نمیکنه جام ملت ها باشه یا هم جام جهانی تاثیر مستقیم روی عملکرد بازیکنان داخلی مادرچان درست است ما ویب سایت ها و انترنت در اختیار ما است ولی او چیزی را که عملا شما در تصویر می که چی پیاده میشه چی عمل کرد را باز بزرگ جهان داورا مربی ها پیاده میکنه او را عملا برنامه شما منتقل میکنیم به خود خیلی از کسایی هستند که مثل ما شاید یادداشت بگیرن که تعویض ها چگونه انجام میشه در چی مواقع پاور انجام میشه خطایی که بر میدان در نظر گرفته شده موانعی که بر بازیکن ایجاد میشه مسیر چطور تعیین کنه تمام قوانین بررسی شده و اپدیت شده مسابقات جام جهانی در این جام جهانی دیده میشه بدون شک چون اپدیت ترین جام جهانی است و قطعا تاثیر مستقیم روی کشور مثل افغانستان میگذاره که ما تحت تاثیر هستیم بسیاره. و ما خیلی زود میتونیم یاد بگیریم و ما این مسیر را به نظر ما بسیار مسیر موفقانه و خوب است چرا که تصویر پاک است شفاف است و ما تصویر اصلی است دزدی شده نیست و خیلی هم قانونی است به یک اصطلاح عام صاحب خودت شناخت خوبی از بازیکن های تیم ملی فوتسال افغانستان داری دور دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان را هم آریانا پخش کرد و شناخت آنچنانی که لازم است بچه های تیم ملی فوتسال داری نقطه قوت ما فکر میکنی که در کدام بخش میتونیم بسیار قوی ظاهر شویم در جام جهانی دفاع ما عالی است تهاجم ما خوب است بدون شک که دروازه‌بان ما یا گلکیپر ما جواد سفری فوق العاده یک بازیکن عالی است نقطه قوت خود من حیث که یک چهره که شناخت کامل داری از بازیکن‌ها همراهشان بودی از نزدیک مسابقه شتماشا کردی دیدی نقطه قوت چی میتونه باشه در جام جهانی خوشبختانه در جام, جا جام ملت های آسیا سرمربی یک تاکتیک را پیاده کرد که حتی روی بازیکن که ما می ترسیدیم که شاید این نتیجه نتا خرابی نکنه خرابی نکنه در اون لحظه می دیدیم که همو تاکتیک مربی رو خوب پیاده میکرد مثلا روی رزاق حسینپور ما از دفاع عقب رساندن تو به فلنگ و خط حمله بسیار باور داریم چون بسیار شوت قوی داره و ذهن خلاق داره برای باز و نقطه قوت ما خوشبختانه فعلا هر سه ختم است هم فلنگای ما قوی است هم راس ما قوی است هم دفاع ما قوی است گلکیپر ما که فوق است همون گونه که خود تعریف کردیم امروز در لیگ های جهان ما بازی میکنیم در بهترین لیگ های جهان خوشبختانه حمید رضا حسینی هم برگرد به تیم که در جام جهانی بازی بتون برش ولی در کل باید بگیم که شما ترکیب جواد سفری را در نظر بگیرین جواد سفری دروازه باشه رضا حسین پور مقابلش بازی بکنه حمید رضا حسینی سمت چپ فرزاد محمودی سمت راست مهران, مهران و... غلامی سمت راست باشه هیچ نقطه ضعف در تیم دیده نمیشه و ترکیب به نظرت کدام ترکیب مناسب است خب ترکیب ها همیشه فوتسال یک مزیت خوبی که داره باری عزیز که مربی سباز داره در چنج آوردن <تصفح> الهی که یک قانون جدیدی که وضع شده که کارت سرخ حال کم کار جنجالی ساخت مستقیم از میدان خارج میکنه در غیر قبلا که بود کارت یک مزیت داشت که دوباره برگشت داشت بالی. ولی حالا مثل فوتبال حتی بازی بعدی را از دست میده این کم کار ما سخت میسازه ولی بازیکن های ما فعلا از نگاه ذهنی در حد کمال رسیدن که بتونن عملکرد خوبی داشته باشن ولی نقطه قوت فعلی ما الحمدلله گل کیپر هستم که دیوار محکمی مثل کجا بگم دیوار چین اما طولانی, طولانی استاده و قوت داره ولی امید دارم که تمام خطوط ما قوی باشه هیچ باید یک جهت بله چون تکی نباشه کاملا پنج نفره که مثل مشت است مه. شما اگر انگشت آخرتان باز باشه شما باش زدن نمیتونید ولی اگر دست بسته باشه کاملا هجومتون قوی است ولی شا... من باورمند هستم که یعنی ترکیبی را که من فعلا گفتم امید دارم که ترکیب اول ما نباشه دلیلش اینه که بسیار نقطه ضعف بود اینجا مشت یاد کرد من بازم یاد <تصفح> کارات هفت <تصفح> ای به خاطر داشته باشی نه چیز جدی نیست به خوشبختانه که یکی از کاراتکار های خوب هم است سروش عزیز فعلا دیر شده بعض شاخصه هاش میشه هم باشه آه او هست خب خدا آوست. پیش نیاره آه داریم کرکت باز <applause> کاراتکار فوتبال فوتبال خوب است تکیم است بله خب سروش عزیز در رابطه به نشر و پخش مسابقات هم صحبت کردیم بدون من یک جمله را کامل کنم تلویزیون آریانا چندین سال است که خرید مسابقات را انجام می‌دهد. خوشبختانه ما چندین دور جام جهانی فوتبال، کرکت، مسابقات لیک ها، المپیک، المپیک چندین دور پخش شده فوتبال، المپیک زمستانی و تابستانی پخش شده و این هم با سلسله های بزرگی که انجام شده و یک چیزی که خیلی جدی است، اوی است که در جغرافیا افغانستان فقط و فقط تلویزیون آریانا حق پخش بعض بعضی رسانه‌های دیگه هم هستن که نشر میگن درست است برای ورزش افغانستان کار میکنن ولی یک رسانه ای که مثلا مثل آریانا در شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور ما میاد یک تورنمنت بسیار بزرگ خریداری میکنه تا با گفته خودت با یک تصویر صاف شفاف و پاک تقدیم مردم کنه به نظرت ما فقط سوالت بسیار هم گفته هم سوالت بسیار کمپلکس هست خود سروش میده ما 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 بارها در برنامه اعلام کردیم که بیان به همدیگر خود احترام بزنیم دقیقا منظور ما می هست احترام گذاری به این است که شما وقتی که هر چینلی که یک لیک را قانوناً خریداری میکنه آریانا به صورت قانونی به او احترام میگذارن من یک مورد پیشنهاد بسیار جالب است ما برای که از برنامه ها مسابقه در اختیار ما قرار گرفته بود لینک کاملا کلین فیت بود ما با بخش نشرات و همچنین بخش خریداری مسابقات گفتم که اگر ما پخش میکنیم مشکل ایجاد نمیشه مسئولیت رو میگیرم پاسخ بسیار قناعت بخش و خیلی هم دقیق به ما داد گفت ما یک برندی هستیم که خریداری خود را انجام میدیم قانونا پیش میرو نمیخوایم دزدی کنیم مال بدون شک پس بگذاریم می احترام را به دیگران بگذاریم وقتی اونا مسابقات را خریداری کرده شما به عنوان یک ای که معتبر هست دانشمند دارین خبرنگار دارین پس شما محترم قایلشون به رسانه آریانا که تشکر خیلی سپاس من حد سروش همکار عزیز ما خیلی تشکر که تشریف آوردید سلامت باشی می عزیز فکر کنم که یک وقت قرار بله برنامه کوتاهی آماده هست ادامه بخشا رو فراموش نکنید